سر خط خبرها. نیروهای ویژه امنیت ملی متهم به ارتکاب جرم‌های جنگی. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید امریکا هم در این کار نقش دارد. در مواردی که در این گزارش ذکر شده با واقع آن اقدامات شده و مواقف واضح ما گرفتیم. تثبیت 47,000 عکس تکراری از سوی شرکت درملوب. این 47,000 QR کد مربوط عکس تکراری، عکس از روی عکس، عکس زیر سن و عکس هایی که مطابق معیار گرفته شده است. احتمال افزایش شمار رای های غیر معتبر وجود دارد. ادامه جنجال سیاسی بر سر درگیری های سربازان مرزی افغانستان و پاکستان. افغانستان پاکستان را ملامت می خواند و پاکستان افغانستان را. ما متوقع هستیم که با کمال بهتر، کمال خوبی همزیستی داشته باشیم. و کشته شدن بیش از 60 تن در آتش گرفتن یک قطار در پاکستان. درود با مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوی می خوشم. مشروع خبرها. دیدبان جهانی حقوق بشر در تازه ترین گزارشش گفته است که نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان که از سوی CIA پشتیبانی می شوند در حمله های هوایی و شبانهشان مرتکب جرم های جنگی شدند. در این گزارش آمده که در پی حمله های شبانه و هوایی در 2 سال پسین شمار تلفات شهروندان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. این دیدبان از افغانستان و آمریکا خواسته که باید تمام نظامیان که خارج از چارچوب فرماندهی نیروهای امنیتی افغانستان هستند بیدرنگ منحل و خل سلاح شوند. شورای امنیت بخش از این گزارش را تایید می کند و یک بخشش را اشتباه می خواند. اما امنیت ملی در خبرنامه گفته که مسئولان این نهاد برای حفظ جان هموطنان از هیچ جانفشانی دریغ نمی کنند. متهم شدن نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان به ارتکاب جرم‌های جنگی در جریان عملیات‌هایشان. دیدبان جهانی حقوق بشر با نشر یک گزارش 53 صفحه‌ای ادعا کرده است که نیروهای ویژه 01, 02, 03 و 04 امنیت ملی افغانستان و همچنان نیروهای حفاظتی خست که زیر چتر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فعالیت می‌کنند در عملیات‌های شبانه و هواییشان مرتکب جرم‌های جنگی شدند. در این گزارش 14 عملیات به گونه نمونه از اواخر سال 2017 میلادی تا میانه سال 2019 جا داده شده است. این گزارش بر اساس گفتگو با 39 فرد محلی و شاهدان عینی که عملیات های شبانه را در ولایت های غزنی، هلمند، کابل، قندهار، ننگرهار، پکتیا، اروزگان، وردگ و زابل و همچنان گروه های حقوق بشری افغانستان که این عملیات ها را مستندسازی کردند تهیه شده است. دیدبان جهانی حقوق بشر خواستار پرداخت غرامت به غیر نظامیان شده که در پی این عملیات ها آسیب دیدند. در این گزارش از حکومت آمریکا نیز خواسته شده که در مورد مسئولیت فرماندهی عملیات ها وضاحت دهد. امنیت ملی در خبرنامه نگاشته که مسئولان این نهاد برای حفظ جان افراد ملکی از هیچ تلاش دریغ نمی کنند. شورای امنیت میگوید هرچند در بخش از این گزارش از واقعیت ها پرده برداشته شده اما بخش از آن نادرست است. ما گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر به دست آوردیم. در مواردی که در این گزارش ذکر شده با موقع آن اقدامات شده و مواقف واضح ما گرفتیم. همچنان کارهای اصلاحی در این موارد جریان داره. گزارش بعضی از حقایق هم رو نما ساخته و دارای بعضی از معلومات با اشتباه هم می باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر با نگرانی از تلفات غیر نظامیان از طرفهای درگیر می خواهد که به زندگی غیر نظامیان توجه جدی بخرج دهند. هم از طرف نیروهای بین المللی، هم از طرف نیروهای نظامی افغان، هم از طرف گروه های مسلح مخالف نظام افغانستان تخلفات گسترده از موازین حقوق بشر دوستانه بین المللی وجود دارد که سبب تلفات افراد ملکی میشه و مایه نگرانی شدید
نهادهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آخرین مورد حدود دو ماه پیش، چهار تن از یک خانواده توسط نیروهای قطعه 02 در حوزه چهارم شهر جلال آباد کشته شدند که در پی آن معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی از مقامش کنار رفت. در روز دوم عید قربان 11 تن از یک خانواده به شمول دو دانشجو در یک چنین حمله در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا کشته شدند. پس از آن در ولسوالی برکی برکی ولایت لوگر هم مسافری که تازه از عربستان سعودی برگشته بود در یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی کشته شد. شرکت درملوک 47,000 عکس تکراری را در مجموع رأی‌های بایومتریک شده تثبیت کرده است. این شرکت بررسی‌های فنیش را در پیوند به انگشت تکراری و رأی‌های خارج از اوقات معین رایدهی به انجام نرسانیده است. ستادهای انتخاباتی انتظار دارند که این شرکت آلمانی هر چی زودتر بررسی‌های فنیش را به پایان برساند. شرکت درملوگ نتایج بررسی‌های فنیش را در پیوند به عکس‌های تکراری، عکس‌های زیر سن و عکس از روی عکس امروز در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده است. بر بنیاد اطلاعات شرکت درملوگ که در اختیار کمیسیون انتخابات قرار داده است، 47,000 رای دارای نقص بوده است. این 47,000 QR کد مربوط عکس تکراری، عکس از روی عکس، عکس زیر سن و عکس هایی که مطابق معیار گرفته نشده است. متباقی موضوعات خارج زمان و 60 تکراری است که بدون شک اگر اینا را روان بکنه اضافه میشه، کمتر نخواهد شود و ما امیدوار هستیم که بالای زمان پیشروی که ما تعیین کردیم تاثیر نکنه، به دلیل از اینکه تعهد از یال ختم امروز است. اما احتمال دارد که رأی‌های دارای مشکلات فنی افزایش یابد. شرکت درملوک هنوز بررسی‌هایش را درباره رأی‌های خارج از اوقات رسمی رأی‌دهی و همچنان درباره انگشتان تکراری به پایان نرسانده است. موضوع تقویم بر ما بسیار تشویش برانگیز است و هر قدر که پروسه طول می‌خوره تشویش مردم اضافه‌تر شده میره و زمینه‌ها برای هر قسم توطئه مساعدتر شده میره و اینمی برای مردم افغانستان تشویش برانگیز است. خود همی کمپانی آیست آیست به این باور میرسم که این ظرفیت کافی نداشته که وظایف خود به وقتش انجام بده، برای از اینکه در غیر از وقت زمانی که یک کمپانی محاسبه میکنه مدت کار خود را، نمیتونه که قدر زیاد متفاوت باشه که حتی روزها تفاوت بکنه، میتونه چند ساعت تفاوت در محاسبه بیاید. پس از پایان بررسی‌های شرکت درملوک، تمامی رأی‌هایی که از سوی این شرکت غیر معتبر تثبیت شدند بازشماری خواهد شد. حال دیده شود که آیا این تأخیر در کارها بر زمان نتیجه ابتدایی و نتیجه نهایی انتخابات تأثیر خواهد داشت یا خیر؟ وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حرف‌های دولت افغانستان در پیمان به درگیری‌های در دو طرف خط فرضی دیورند از وزارت خارجه افغانستان انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه گفته که حکومت پاکستان طرح را به خاطر حل تنش‌های مرزی به وزارت خارجه افغانستان تحویل داده، اما کابل به این طرح پاسخ نداده است. در این بیانیه همچنان آمده است که پاکستان مرزش با افغانستان را به عنوان مرز رسمی می‌شناسد که جهان هم آن را به عنوان مرز رسمی شناخته است. حکومت افغانستان اما می‌گوید بارها در مورد حمله نظامیان پاکستان در نزدیکی خط دیورند با این کشور گفتگو کرده، اما اسلام آباد تا اکنون اقدام نکرده است. تلاش برای حل تنش با انگشت انتقاد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه با انتقاد از وزارت خارجه افغانستان گفته است که این وزارت به جای حل تنش‌های مرزی از راه دیپلماتیک موضوع را با رسانه‌ها شریک کرده است. در این بیانیه همچنان آمده است که وزارت خارجه پاکستان برای حل تنش‌های مرزی طرح را بر بنیاد خواست دولت افغانستان دو روز پیش به مقام‌های وزارت خارجه افغانستان تحویل داده، اما پاسخ دریافت نکرده است. وزارت امور خارجه کشور ما میگوید همواره موقف افغانستان در پیوند به راکت پراگنی‌های پاکستان و درگیری‌های سربازان مرزی دو طرف رسیدن بر راه حل سیاسی بوده است. راکت پراگنی‌ها به صورت دوامدار ادامه داشته خواهی فرهنگ و او بحثی نیست که ما همکاری بخواییم، بحثی است که
به اساس اصول و مفاهیم اساسی روابط بین الملل و دو جانبه ما متوقع هستیم که در کمال بهتر در کمال خوبی همزیستی داشته باشیم، روابط ما را بین دولتین حل بکنیم. از سوی هم وزارت خارجه پاکستان تاکید میکند که این کشور مرزش با افغانستان را به عنوان مرز رسمی میشناسد که جهان هم آن را به رسمیت شناخته است و موقف کابل در پیوند به خط دیورن توجیه پذیر نیست. دیورن کرسه یا فرضی که کرسه دا و دا پایی صورت بانی سرحد نده. در سطح جامعه ملل و به نوبت خودش به صورت تاریخی واضح است و وزارت خارجه و دولت افغانستان در این مورد اظهارات واضح داشته و این را به عنوان خط فرضی میدن. در همین حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که پاکستان هیچگاهی نمیخواهد افغانستان در امن بسر برد. و باور این آگاهان افغانستان باید در برابر حمله های پاکستان پاسخ نظامی دهد. پاکستان هیچ وقت زبان صلح را، زبان مذاکره را او زبان انعطاف هیچ وقت قبول نمیکنه. فقط زبان زور قبول میکنه. روابط کابل اسلام آباد همیشه تنش آلود بوده است. مقام های افغانستان پاکستان را به پشتیبانی از هراس افغانان متهم می کنند که در داخل افغانستان فعالیت دارند. جنجال بر سر خط فرضی دیورن هم یک صده است که هر از گاه تنش ها را میان کابل اسلام آباد شدیدتر می کند. هرچند مقام های دو کشور در سفرهایشان به کابل و اسلام آباد از پایان تنش ها سخن گفتند. اما همیشه آنچه در برابر رسانه ها گفته شده با آنچه در واقعیت بوده تفاوت فاحشی داشته است. ارتش آمریکا تصویرهای عملیاتی را نشر کرده است که در پی آن ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش کشته شد. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفته است که دو کودک امراه بغدادی در تونل جان باختند. پیش از این شمار کودکان کشته شده با بغدادی 3 گزارش شده بود. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا همچنین گفته است که او نمیتواند روایت دونالد ترامپ که گفته بغدادی در حال گریستن کشته شد را تایید کند، اما میگوید بقایای جسد بغدادی برای شناسایی به پایگاهی که حمله از آن انجام شده بود منتقل شد و در 24 ساعت بر اساس قوانین مناقشه مسلحانه به دریا انداخته شده است. نشر نخستین تصویرها از جریان حمله نیروهای ویژه آمریکایی بر مقر رهبر داعش در سوریه. 5 پس از آن که رئیس جمهور آمریکا خبر مرگ ابوبکر البغدادی رهبر داعش را اعلام کرد، حالا ارتش این کشور تصویرهای را انتشار داده است که چگونگی حمله نیروهای ویژه این کشور به مقر رهبر داعش را نشان می‌دهد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا میگوید که این پایگاه دورافتاده در ولایت ادلب در شمال غرب سوریه از مرز ترکیه نزدیک به 6 کیلومتر فاصله دارد. اینجا جایی است که ما معمولا عملیات نمی کنیم و از پایگاه ما در سوریه با چرخبال 1 فاصله دارد. بر بنیاد ارزیابی ما او در ادلب پنهان شده بود تا از فشارهای سنگین بر داعش در امان باشد. هنگامی که نیروهای ما به آنجا رسیدند، جنگ جویان از 2 در نزدیک این پایگاه به تیراندازی بر هواپیماهای ما آغاز کردند. این مقام بلندپایه ارتش آمریکا تاکید می‌کند که در جریان این یورش دست کم 11 کودک از محل رویداد بازداشت شدند. او همراه 2 به داخل تونل دوید و در حالی که افرادش در مجتمع مانده بودند خود را منفجر کرد. با این رفتار خودتان می توانید دریابید که او چگونه آدمی بود. می خواهم روشن کنم که با وجود فشار زیاد و ماهیت پرسر و صدای این یورش، از هیچ گونه تلاش برای پیشگیری از مرگ غیر نظامیان و پایداری از کودکانی که گمان می کردیم شاید در مجتمع باشند فرو گذاشت نشده است. با این حال رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید می‌کند که هویت رهبر داعش با کمک DNA تایید شده و پس از 24 ساعت بر اساس قوانین مناقشه مسلحانه به دریا انداخته شد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا کشته شدن رهبر داعش را بزرگترین دستاورد برای نیروهای آمریکایی خوانده بود.
سال گذشته میلادی 56% بیماران مبتلا به سرطان سینه در افغانستان جان باختند. بر بنیاد آمار وزارت صحت افغانستان در سال 2018 3000 زن به بیماری سرطان سینه مبتلا بودند که از این میان 1700 تن آنان جان باختند. کمبود امکانات تشخیص و درمان بیماری سرطان در داخل کشور دلیل اصلی جان باختن بخش بزرگ مبتلایان این بیماری گفته شده است. بیمارستان جمهوریت تنها بیمارستانی که از بیماران سرطان سینه میزبانی میکند. اینجا تنها دو بستر برای بیماران سرطان سینه وجود دارد. پذیرش کم است و مراجع کنندگان بسیار. بیماری که به دلیل نبود امکانات بهداشتی سالانه جان ده ها زن را میگیرد. بسیاری هم در خاموشی و بدون تشخیص از بیماریشان جان میدهند، زیرا درباره این بیماری آگاهی ندارند. این موضوع نگرانی جدی را در میان حکومت افغانستان و برخی نهادهای بیرونی به میان آورده و این کارزار را برای آگاهی دهی درباره این بیماری برگزار کردند. یک سونامی خاموش است. اگر کل ما دست به دست نشویم مطمئن باشند که بلندترین تلفات در سطح جهان امراض سرطانی در افغانستان خواهد داشت. وقتی که خود مصاب به سرطانی سیدیه شدم، با دکتر مراجعه کردم که در بیرون درس خوانده بود و او خانم فوق العاده به شکل غیر مسلکی معاینه کرد با وجه که کافی پیش رفته بود و میگفت که هیچ نوع تکلیفی نداری. در این نشست انتقادها به سوی حکومت نشانه گرفته شده. میگویند تا اکنون اقدامی برای کاهش بیماری سرطان سینه نشده. حتی یک مرکز برای تشخیص و درمان بیماری سرطان سینه در افغانستان وجود ندارد. آنچه که حتی وزارت صحت هم میپذیرد. وزارت صحت میگوید در سال 2018 3000 زن به بیماری سرطان سینه مبتلا بودند که از این میان 1700 تنشان جان باختند. دلیل اصلی هم عدم آگاهی از بیماری سرطان سینه و نبود امکانات تشخیص و درمان در کشور خوانده شده است. در حالی که سرطان سینه در ممالک انکشاف یافته به آسانی تشخیص و تداوی میگردد، ولی متاسفانه در افغانستان به علت عدم آگاهی عامه دسترسی محدود به خدمات تشخیصی و تداوی، مشکلات اقتصادی مثل که در ویدیو شنیدیم، اجتماعی، فامیلی، فرهنگی و موجودیت اندک متخصصین سرطان سیدیه در مراحل پیشرفته تشخیص می‌گردد که معالجه را مشکل و حتی ناممکن می‌سازد. برخی نهادهای بیرونی اما تاکید دارند که دولت افغانستان را در امر مبارزه با سرطان سینه یاری می‌رسانند. زنان به گونه مشخص بیشتر از سرطان رنج می‌برند. در حال حاضر باور داریم که این بیماری پس از مرگ و میر مادران هنگام ولادت دومین و بزرگترین عامل کشنده زنان در افغانستان به شمار می‌رود. ما باید بدانیم که تنها برنامه‌های آگاهی‌دهی بدون فراهم نبودن زمینه‌های تداوی و شناسایی این بیماری برای زنان نمی‌تواند ما را کمک کند. ما همچنان می‌دانیم که در افغانستان زمینه‌های درمان و امکانات برای شناسایی انواع بیماری‌های سرطان بسیار اندک است. بیماری سرطان سینه یکی از خطرناکترین بیماری در جهان و افغانستان گفته شده. بیماری که به باور پزشکان اگر حکومت افغانستان برای کاهش آن گام‌های عملی بر ندارد، بخش بزرگ زنان افغانستان قربانی این بیماری خواهند شد. بانک مرکزی میگوید میزان فساد مالی و پولشویی در سال جاری کاهش یافته است. به گفته مسئولان این بانک در سال روان خورشیدی تنها 72 مورد نزد آنان ثبت شده که شامل فرار مالیاتی و فساد اداری میباشد. این در حال است که سال پار در این پیوند بیش از 120 پرونده ثبت شده بود. همزمان با این اداره دادستانی کال تفاهم نامه ای را به منظور تبادل اطلاعات با بانک مرکزی امضا کرده است. بر اساس این تفاهم نامه معلومات تمام پرونده های فساد اداری و پولشویی به گونه سریع و ساده به دادستانی کال راجع خواهد شد. مسئولان در بانک مرکزی و دادستانی کال تلاش دارند تا برای مبارزه با فساد اداری و پولشویی یک جا کار کنند. اینجا تفاهم نامه‌ای به این هدف به امضا می‌رسانند.
بر بنیاد این تفاهم نامه معلومات تمامی پرونده های فساد اداری و پولشویی به وسیله بانک مرکزی بیدرنگ به دادستانه کل فرستاده می شود. این تفاهم نامه بسیار مهم است به خاطر که افغانستان به ادارات مختلف که است اونا ما تعهدات داریم و تفاهم ایتو تفاهم نامه می تواند که بسیار مؤثر باشد. به طور مثال در پولشویی و تمویل تروریسم میشه که بسیار همکاری صورت بگیره. مسئولان در این بانک میگویند که در سال روان خورشیدی آنان 51 پرونده از فساد اداری و مالی و پولشویی را و 21 پرونده فرار مالیاتی و فرار محصولات گمرکی را به نهادهای عدلی و قضایی سپردند، در حالی که این رقم در سال گذشته به 121 پرونده میرسید. در جریان سال جاری هم در 51 قضیه مشترکاً با بخش‌های مختلف ما تشکیل که معلومات داشتیم که خوشبختانه تعدادی از این قضایا و پایگرد عدلی اشخاص و افراد حکمی و حقیقی و همچنان محکومیت اشخاص انجام میدن. از سوی دادستانی کل از رسیدگی به پرونده های بانک مرکزی اطمینان میدهد. لویس آنوالی جمهوری اسلامی افغانستان با تعهدی که در مقابل خدا، ملت نجیب و همه همکاران داخلی و خارجی خود دارد نهایت کوشیده که در راستای تحکیم قانونیت، تأمین عدالت هر آنچه که در اختیار و توان دارد به خرج بده، حتی خدمات ناب و حقوقی را برای ملت مظلوم، نجیب و شریف افغانستان ارائه بدارد. دادستانی کل تایید میکنند که تاکنون 13 شرکتی که متهم به فساد و پولشویی بودند مسئولانشان بازداشت و شامل فهرست سیاه شدند و بررسی در مورد پرونده های آنها نیز ادامه دارد. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده و شب گذشته با باتور دوستم دیدار کرده است. نزدیکان آقای دوستم میگوید که خلیلزاد در این دیدار در پیوند بر روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. این دیدار آقای خلیلزاد پس از دیدار او با مقامهای ارشد پاکستانی از جمله نخست وزیر این کشور صورت میگیرد. عمران خان نخست وزیر این کشور در این دیدارش تعهد سپرد که کشورش از هیچ تلاش در زمینه آوردن صلح در افغانستان دریغ نکند. از 40مین سال روز کشتن محمد طاهر بدخشی در کابل یادبود شد. او یکی از پایه‌گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و از رهبران چپگرای دارای نظریه های جنجالی بود. شرکت کنندگان میگوید که بدخشی تنها رای حل مسائل ملی کشور را در برابر اقوام و تأمین عدالت اجتماعی میدانست. در سیاست خارجی مخالف دنباله‌روی بود و میخواست افغانستان محل تلاقی تمدن غربی و معنوی شرقی باشد. در خارج از کشور، یک قطار در نزدیکی شهر رحیم یار خان در جنوب ایالات پنجاب پاکستان آتش گرفت که در این رویداد دست کم 65 تن جان باختند. مقام های پلیس پاکستان گفتند که این قطار از شهر کراچی به راولپندی می رفت. وزیر راه آهن پاکستان گفته که این آتش سوزی در نتیجه انفجار دو کپسول گاز صورت گرفت که مسافران در حال آشپزی بودند. گفته شده است که شعله های آتش به زودی به سه کوپه قطار رسید. مقام های پلیس همچنین گفتند که بسیاری از قربانیان هنگام فرار در حالی که تلاش داشتند تا از قطار به پایین بپرند جان باختند. بر بنیاد گزارش ها 30 نفر در این رویداد زخمی شدند. وزیر راه آهن پاکستان تاکید کرده که آوردن اجاق گاز توسط مسافران برای پختن غذا در مسیرهای طولانی مشکل همیشگی در این کشور است. یک روز پس از آن که سعد حریری نخست وزیر لبنان در واکنش به اعتراض‌های گسترده این کشور استعفا کرد، رئیس جمهوری لبنان از او خواسته تا در جایگاه سرپرست موقت با کار خود ادامه دهد. معترضانی که خواستار پایان فساد، مدیریت کارآمد برای کشور و اصلاحات اقتصادی اند، در دو هفته اخیر با راهپیمایی‌های خیابانی کاروبار روزمره در کشور را فلج کردند. فرمانده ارتش در بیانیه گفته است که مردم حق اعتراض مسالمت را دارند، اما در میدان‌های عمومی او معترضان را ترغیب کرد که کمک کنند تا کشور به حالت عادی برگردد. آقای حریری
در یک سخنرانی تلویزیونی در پی این خوشنودها گفته که او استعفانامه خود را تسلیم داده است. حریری گفته است که تلاش های 13 روزه او برای یافتن رأی برای خروج از بحران شنیدن صدای مردم و محافظت از کشور در برابر خطرهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ناکام مانده است. بال هم تازه های ورزش با ظاهر نوری. در ادامه رقابت های انتخابی تیم ملی هندبال ساحلی افغانستان، امروز تیم های هدایت کلب و کابل کلب در برابر حریفانشان به پیروزی رسیدند. در بازی نخست تیم هدایت توانست با نتیجه 2-0 از سد اردو بگذرد و کابل کلب 2-0 استقلال را در هم کوبید. این پیکارها روز گذشته با حضور 6 تیم در کابل راه اندازی شده بود. قرار است در پایان 14 نفر برای تیم ملی هندبال ساحلی کشور گزینش شود. رقابت‌های قهرمانی بولینگ آسیا به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور بیش از 30 کشور برای 10 روز در السلامیه کویت برگزار شده بود که سرانجام با درخشش ورزشکاران مالزی، چین، هنگ کنگ، ژاپن و اندونزیا به پایان رسید. در این رقابت‌ها ورزشکاران هندوستان و کره جنوبی نیز به مدال دست یافتند. در این پیکارها که 3 ورزشکار پسر و 2 ورزشکار دختر از افغانستان اشتراک داشتند به مدال نرسیدند و به کارشان پایان دادند. مسئولان فدراسیون بولینگ میگویند که ورزشکاران افغانستان در نخستین حضورشان در رقابت‌های قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشتند و توانستند که از کشورهای هند، کره، ازبکستان، ایران، اردن، قزاقستان، مصر، عراق، قطر، ماکاو و پاکستان پیشی بگیرند. ملی پوشان بولینگ افغانستان سال پار در رقابت‌های جهانی که در هنگ کنگ برگزار شده بود نیز اشتراک کرده بودند. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. شب بر همه شما خوش. الله حافظ.